خواهش میکنم. خب برو کنار بله ها. خب میشه خواهش کنم خودتون معرفی کنیم ببینیم کجا هستیم بلندتر خواهش میکنم. خواهش میکنم مهرداد شوقی و نقاشی خط کار میکنم. اینم بعد از 10 سال نمایشگاه خطی کسی توی تهران داشتم و همین دیگه کارا رو سلام عرض کنم آقای باران عزیز خدایتون بشه قربان شما خدایتون بشه سلام شما خوبه آقای شوقی چند سال کار میکنی؟ من خیلی ساله شاید از سال 69 اینطورا من شروع کردم به یادگیری 68-69 و تقریبا از سال 77 این خط رو من ابداع کردم که خط مه اسمش رو گذاشتم و شروع کردم روش کار کردن تا اینکه آرام آرام به قوام اومد و تبدیل شد به این که الان میبینید. بعد شما اصولا درس هنر خوندید؟ من بله من در واقع سال 72 وارد دانشگاه شدم. چه دانشگاه؟ من موسیقی رو شروع کردم ولی خب رشته اصلی گرافیک بود که تا آخر ادامه دادم و لیسانس گرافیک رو گرفتم ولی گرافیست نشدم، یعنی گرافیست نموندم. اول کار گرافیک میکردم تا آرام آرام دیگه اومدم به وادی نقاشی خط و الان بیشتر دارم زمانم رو روی همین کارهایی که میبینید میذارم و خیلی خوشحالم که این کار رو میکنم. خب آقای شوقی من تو کارهای شما موسیقی هم میبینم، موسیقی ایرانی کار میکرده؟ من بله من موسیقی رو در واقع با همون خط تقریبا با هم شروع کردم. سال 68 من شروع کردم، 67-68 شروع کردم به یادگیری ستار و بعد آروم آروم سازهای دیگه تنبور، دف، چیزهای دیگر رو شروع کردم به یادگیری و ولی همیشه در حاشیه بود دیگه، موسیقی به عنوان چیز اصلی من به قرار نگرفت هیچ وقت و توی کارم هم خیلی این دیده میشه. من تو کار شما ریتم و تکرار و قرینه و توازن رو خیلی میبینم و میشه بگم موسیقی استادتون چی بوده؟ من توی ستار در واقع تو دانشگاه پیش خانم مهربان توفیق بودم و از محضر آقای مشبه خیلی استفاده کردم. معلم اولم بودم مهیار و مشبه ستار. بعد دیگه دف با دوستایی که داشتیم دف زدیم، به طور در واقع با هم ادامه دادیم با آقای علی رحیمی و دوستان دیگه. تنبور رو با آقای ستخلیل آقای نجاد چند مدت کوتاهی بودم، بعد با آقای حق دوست گردکانه ای تنبور کار کردیم که مقام ها رو کار کردیم. شما موسیقی خیلی کار کردیم؟ موسیقی دغدغم بوده همیشه ولی چیزی نبوده که پروفشنالی بخوام ازش ابرار معاش بکنم، همیشه در کنار زندگیم بوده. اگه بگم چند تا استاد موسیقی که علاقه داری به زدنشون بگید کیا رو میگید؟ موسیقی اصیل و خیلی ها اونقدر اسماشون زیاد. بهترینشون شاید آقای علیزاده، آقای عبادی، آقای لطفی که دیگه در واقع چیز مورد علاقه من همیشه وقتی میخوام یه چیز دلم باز بشه دیگه میرم سراغ لطفی و خیلی ها اونقدر زیادن که دیگه گفتن. آقای مشکاتیان که واقعا کارشون میتونه زندگی آدمو منقلب بکنه. خیلی خب اینا همه منبع الهام من بودن. آقای شوقی خیلی متشکرم. یه دفعه خودتون رو معرفی کنین، تاریخ و بگین کجا هست. مهداد شوقی هستم، امروز 28 بهمن 90 و ما در گالری مه ما هستیم، گالری خانم خانساری. خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. مرسی.